دریاچور میگه قبل از سال 85 تقریبا نزدیک 5000 کیلومتر مربع بود و 30 میلیارد متر مکعب حجم آب دریاچه بود که متاسفانه در دو دهه اخیر دریاچه روزانه نزدیک 40 سانتی متر افت و تراز داشته که در سال 93-94 تقریبا دریاچه که به وسعت 5000 کیلومتر بود رسید به 500 کیلومتر مربع، یعنی 10% دریاچه باقی مونده بود. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان هستش که خیلی تو کشور ما دارای اهمیت است. حداقل بالای 6 میلیون نفر به صورت مستقیم و شاید بالای 10-15 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم از اثرات خشک شدن این دریاچه آسیب می‌دیدن. به هر حال اگه این دریاچه خشک بشه ریزگردهای نمکی کل منطقه، طبیعت و زمین‌های کشاورزی، حیات وحش، همه منطقه رو تحت تأثیر قرار خواهند داد. دریاچه ارومیه دارای دو نوع اکوسیستم هست. با مساحت 5400 کیلومتر مربع دارای 102 جزیره است که در این جزایر بعضی از این جزایر بزرگ هستن که حیات وحش در اونها زیست میکنن که من اونها رو توضیح خواهم داد. ولی اکوسیستم آبی اون که بیشتر مساحت دریاچه رو تشکیل میده آب شور هست که در شرایط نرمال در حدود 180 تا 220 گرم در لیتر نمک داشته، ولی الان که در وضعیت بحرانی قرار داره بیشتر نمک محلول به صورت رسوب در بستر دریاچه مونده و آب شور دریاچه ارومیه در حدود 350 تا 400 گرم در لیتر نمک داره.